همونطور که گفتم محمد کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از اعزام نیروی زمینی به کردستان خبر داده. عمار گلی روزنامه‌نگار از آلمان با ما همراه میشه. آقای گلی، لشکرکشی سپاه رو داشتیم به کردستان، الان هم که گزارش موثق وجود داره که نیروی زمینی سپاه در مرز مستقر شده، چطور می‌بینید؟ ببینید، استقرار نیروهای نظامی سپاه در کردستان امر تازه‌ای نیست. در گذشته هم بوده و در طی 43 سال گذشته حضور جمهوری اسلامی ایران در کردستان یک حضور نظامی بوده، مشروعیت سیاسی نداشته هیچگاه در کردستان از بعد از 12 فروردین 58. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای بومیشون، نیروهای محلی که موسوماً به جاش مزدوران محلی، با مشکل بسیار جدی مواجه شدن. بسیاری از نیروهای مزدور محلی موسوم به جاش رو که در پایگاه‌های کوهستانی در روستاها مستقر بودند، برای سرکوب مردم کردستان وارد شهرها کردند و این سرکوب به نوعی با تمام توان رزمی و عملیاتی سپاه داره در کردستان انجام میشه. بنابراین ما با یک خلأ امنیتی نظامی در کردستان مواجه هستیم که جمهوری اسلامی ایران طی 20 سال طول کشید تا تونست این خلأ امنیتی رو پر کنه، به نوعی خودش رو به طریق نظامی در کردستان تحمیل بکنه. الان این خلأ ممکنه با مداخله نظامی یا با مداخله پر بشه. بالفعل نیروهای پیشمرگ یا نیروهای گریلای حزب حیات آزاد کردستان، حزب دموکرات کردستان، حزب کمونیست ایران یا حزب کومله میتونن بالفعل خطرناک باشن برای جمهوری اسلامی ایران، چون الان ما یک حفره امنیتی داریم و جمهوری اسلامی نیروی کافی برای تأمین امنیت به قول خودشون برای این مناطق رو ندارن. ولی آقای گل، اینم بگم که خب این احزاب کرد گفتن که از پیشمرگی‌ها استفاده نمی‌کنن مشخصا دیگه. درسته، احزاب کرد گفتن استفاده نمی‌کنیم، اما خب ما سابقه نزاع داریم در کردستان، سابقه جهاد جمهوری اسلامی علیه کردستان رو داریم و لزوماً به این معنی نیست که هیچگاه دخالت نمی‌کنن. فعلا دخالت نمی‌کنن برای به دلایل مختلفی که خودشون اعلام کردن، اما بالفعل جمهوری اسلامی این خطر رو احساس می‌کنه و دلیل لشکرکشیش اینه که ممانعت بکنه از هر گونه مداخله‌ای از جانب احزاب کردستانی. و این اگر این مداخله صورت بگیره، با توجه به پایگاه بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در کردستان، میتونه جمهوری اسلامی رو با یک مشکل بسیار جدی در کردستان مواجه بکنه.